نمایندگان ولایت های غزنی، غور، بادغیس، پکتیکا، میدانوردک و نمایندگان از ولایت های دیگر از بدتر شدن اوضاع امنیتی ولایت هایشان به ویژه شاهراهای عمومی ابراز نگرانی می کنند و می گویند که کارمندان دولتی نمی توانند از این شاهراها رفت و آمد نمایند. ولسوالی قره‌باغ محاصره است، اما اردو هیچ گونه تحرک نداره. ولسوالی مقر محاصره است، اردو هیچ گونه تحرک نداره. سر کلاس که داخل در شهر داز مور مامورین دولتی چې کورو دغه ته زی په میاش میاش شل شپ کیراکټر پرتی سو تیاری تیارم نو پیدا کیږي. قتل افراد بی گناه در شهرای کشور و به شهادت رساندن 4 تن در شهرای غور و ایرات دردآور و نگران کننده است. این نماینده مردم بدخشان میگوید که از مدت ها به این سو به علت تهدیدهای امنیتی نمیتواند از راه زمینی به بدخشان برود و همین اکنون 19 ولسوالی بدخشان با تهدیدهای امنیتی بلند روبرو اند. وضعیت نسای خرابتر است، از راغستان خراب است، از وردو جمع زیاد خوب نیست و در کل در حدود 19 ولسوالی ما وضعیت خوب نداره. تخار یکی دیگر از ولایت‌های شمال شرق کشور است که رویدادهای ضد امنیتی از نظامیان و غیر نظامیان در این ولایت قربانی گرفته است. تا جایی که نمایندگان این ولایت تهدیدها را در برابر شهر طالقان نیز جدی می‌دانند. اکثر ولسوالی‌ها در محاصره مخالفین قرار داره، حتی ما گفته می‌تونیم که خود شهر طالقان در محاصره مخالفین دولت قرار داره. اما وزارت دفاع ملی از عملیات‌های هوایی و زمینی ارتش در این ولایت‌ها سخن می‌زند و می‌گوید که دستاوردهای خوبی نیز داشتند. عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در شمال افغانستان در مجموع و بخصوص در ولایت‌های بدخشان و تخار به شکل منظم و موفقانه در حال اجراست. تلفات بسیار فاحش به طالبان در ولایت بدخشان وارد گردید. افراد خیلی کلیدی و مهمشان به شمول توریست‌های خارجی کشته شدند. شهروندان کشور انتظار داشتند که روند جاری سال و نیز اعلام خروج نیروهای خارجی از کشور باعث کاهش خشونت‌ها در کشور شوند، اما ظاهراً با گذشت هر روز دامنه جنگ گسترش می‌یابد.